این به حال آنتی اکسیدان خیلی خوب هست و این به عنوان آنتی اکسیدان میتونه کمک بکنه، ولی اینکه میگیم خود قارچه خورده نمیشه، فراوری میشه حالا به شکل دارو. ما همیشه اول برنامه یه دمنوش معرفی میکنیم، ولی امروز اینو آوردیم براتون. انگار که بچه میگن صفحه کلاجه، نه این یه نوع قارچه که آقای دکتر میخواد نمودش توضیح بده. من خودم تا حالا ندیده بودم، مثلا فکر کردم که چیزه پولیستر از چوبیه، آره صنایع دستیه، خیلی چیز جالبیه. این اسمش چیه دکتر؟ این همون قارچیه که شنیدید خیلی تبلیغات جدیدن راجبش، به اسم گانودرما. قارچ گانودرما، قهوه خیلی به اسمای مختلف، چای کامبوجا، چای گانودرما و خیلی چیزای دیگه شنیده میشه. این یه قارچه، یه قارچه که بومی شرق آسیا هستش، روی درخت سبز میشه، همینجوری نیت خیلی سفته و اثرات درمانی خاصی داره. یه ضد آنتی اکسیدان خیلی خوبی هستش. این چیزی که به حال آنتی اکسیدان چی از خیلی خلاصه بگم، ما بدن ما سموم خیلی زیاد درش تولید میشه، یکی از این سموم اکسیدان ها هستن. اکسیدان ها به هر حال مثل سم عمل میکنن، باعث پیری میشن، باعث سرطان میتونن بشن و باعث مشکلات دیگه. از آفتاب که به پوست ما میخوره بیشتر از حد باشه اکسیدان تولید میکنه، تا فست فود ها و مواد غذایی شیمیایی و خیلی. این به هر حال آنتی اکسیدان خیلی خوب هست و این به عنوان آنتی اکسیدان میتونه کمک بکنه، ولی اینکه میگیم خود قارچه خورده نمیشه، فراوری میشه حالا به شکل دارو یا چای و چیزهای دیگه استفاده. خود اینو نمیتونیم هیچ جوری، این خیلی سفته دیگه، مثل چوبه، مثل چوب. تقویت کننده سیستم ایمنی میتونه باشه، در مورد به هر حال خاصیت ضد سرطانی میتونه داشته باشه، تا حدی تو کنترل قند خون میتونه.